طی روزهای اخیر حملات ضد مردمی علیه زنان میهنمون یک بار دیگه تشدید شده و امام جمعه های خامنه‌ای هم یکی پس از دیگری به صحنه اومدن، خط و نشون کشیدن. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای عباس سنوبری تا به همین موضوع بپردازیم. آقای سنوبری، سلام میکنیم خدمت شما و خوش آمدید به این برنامه. منم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه هموطنانمون در هر کجای ایران و جهان که هستن و در خدمتتون هستم. آقای سنوبری، روز 18 فروردین آخوند اژه‌ای سرکرده قضایی رژیم در سخنانی که داشته در مورد تحمیلات ارتجایی رژیم علیه حجاب گفته اگر چنانچه بخواهی مسائل فرهنگی را اساساً با مسائل انضباطی و مسائل کیفری و مسائل بگیر و ببند حل کنیم، بدونیم هزینه بالا میره. از طرف دیگه پاسدار رادان، سرکرده انتظامی رژیم، و همینطور پاسدار الهی، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی لرستان، تهدیدات شدیدی رو نه تنها علیه زنان بلکه حتی علیه کسانی که خدمات به زنان میدن که حجاب ندارن یا بد حجاب هستن مطرح کردن. به نظر شما رژیم چه طرحی رو داره پیش میبره؟ ببینید، همون طرح و برنامه‌ای که چند روز پیش خامنه ای ازش صحبت کرد و اومد و در واقع اعلام کرد که کشف حجاب خودش حرام شرعی و حرام سیاسیه و حتی تاکید کرد که چون دشمن با طرح و برنامه وارد شده، حتما باید در واقع رژیمم احتیاط کنه و با طرح و برنامه وارد بشه. حتما هموطنانمون به یاد میارن که سال گذشته بعد از شهادت مهسا امینی و بالا گرفتن قیام در همون امواج ابتدایی خودش، وقتی که رژیم از گشت ارشاد، از گشت‌های ارشاد عقب نشینی کرد، ضعف خامنه‌ای و کلیت رژیم بارز شد و تو اون موقع مخصوصا این تو شرایطی بود که خامنه‌ای با به اصطلاح آوردن رئیسی قصدش این بود که مانور اقتدار بده. در چنین شرایطی ما دیدیم که در پیشرفت قیام زنان ایران در جاهای مختلف از زاهدان تا تهران تا بسیاری شهرهای سراسر ایران با شعار چه با حجاب چه بی حجاب میریم به سوی انقلاب، در واقع این ضعف رژیم رو، این ضعف خامنه ای رو هرچه برجسته تر کردن. و در این شرایط خامنه ای دوباره با از سرگیری حجاب یا با بهانه حجاب از سرگیری سرکوب زنان، در واقع میخواد در مقابل اون تهاجم قیام و قیام آفرینا که رژیم رو وادار به عقب نشینی کرده بود، دست به اصطلاح به پاتک بزنه. اما نباید فراموش کرد که سرکوب زنان از روز اولی که این رژیم سر کار اومده، اونم با بهانه حجاب و این طور چیزا، از روز اولی که این رژیم سر کار اومده، یکی از وجوه اصلی سرکوب توسط این رژیم بوده برای مهار جامعه. چون خمینی با شناختی که از جامعه ایران داشت و مشخصا تهدید حکومت خودش رو در پتانسیل فشرده شده جامعه ایران و مخصوصا توی زنها تشخیص میداد، از همون اولین هفته‌های سرنگونی نظام دیکتاتوری سلطنتی دست روی این مسئله گذاشت و سرکوب زنها رو با شعاری که خب معروفه به شعار یا روسری یا توسری شروع کرد. و به این ترتیب تا زمانی هم که این رژیم سر کاره، این به اصطلاح شیوه سرکوب از این رژیم جدایی ناپذیره. الان اخیراً که همین طرح‌های مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران دانش آموز، مدارس دخترانه دانش آموز که همین دیروز و امروز خبرهای جدیدش بود در سقز و در سنندج، این باز تو همین دستگاه، تو همین کادره، در تشدید
در واقع سرکوب زنان برای به سکوت کشوندن اونها. خامنه ای با این طرح‌های سرکوبگرانه از یک طرف میخواد در واقع اینطوری وانمود بکنه که گویی مسئله قیام و قیام آفرینان و مسئله جامعه ایران مسئله حجابه. و خب حجاب هم که خب یک امر از دیدگاه اون یک امر شرعیه، مسئله اخلاقیه، مسئله غیرتیه. به این ترتیب میخواد در واقع سرکوب رو مشروع کنه و از اون طرف هم با دست گذاشتن روی این مسئله در صفوف پاره پاره و خلاصه از هم شق شده به اصطلاح طرفدارای رژیم یک وحدت حوزوی ایجاد کنه، یک وحدتی که خلاصه که الان ما میبینیم صحنه‌های مختلفش رو تو همین اخیراً همین چند روز اخیر توی مجلس ارتجاع چطوری اینها به همدیگه پریدن و همدیگه رو دارن میدارن. در نتیجه میخواد به این ترتیب یک به اصطلاح وحدتی رو هم به وجود بیاره. ولی خب قیام و قیام آفرین های قهرمان مردم ایران که در کف خیابون دارن مطالباتشون رو پیگیری میکنن و پیشتازانشون در کانونهای شورشی هر روز ضربات کوبنده خودشون رو به سر تا پای این رژیم وارد میکنن و نمادهای رژیم رو به آتش میکنن، مدت هاست که از این ترفندهای رژیم عبور کردن و اینا هیچ تأثیری رو اونها نداره و اونها کار خودشون رو میکنن و ادامه میدن. و هر چقدر هم که رژیم و سردمدارانش از جمله همونهایی که شما از اژه‌ای و تا رادان و نمیدونم اون پاسدار الهی و همه اینها همه حرفاشون تو این دستگاه که هیچ تأثیری نداره و قیام و قیام آفرینان مسیر خودش رو ادامه رو به جلو و رو به پیروزی ادامه خواهد داد. بله آقای سنوبر، این دستگاهی که خامنه‌ای رو انداخته تأثیراتش روی جامعه چی بوده یا چه خواهد بود؟ ببینید حجاب اجباری در واقع بهانه حجاب همواره در شرع آخوندی یکی از به اصطلاح بهانه های این رژیم بوده برای سرکوب جامعه. همونطور که گفتم خود خمینی هم از اولین هفته ها هنوز هیچ به اصطلاح کار دیگه ای انجام نشده بود که دست گذاشت روی این مسئله با همون شعار روسری و توسری. و همه یادمون هست که وقتی که در اسفند ماه 17 اسفند بود اگر اشتباه نکنم، تو همون زمان که زنان آزاده در اعتراض به این مسئله تظاهراتی برپا کرده بودند، خواهران مجاهد که خودشون با حجاب بودند دور تظاهراتی که این زنان هموطنمون در اعتراض به سرکوبی که خمینی میخواست در واقع حاکم بکنه و به این ترتیب زنان رو از صحنه سیاسی و اجتماعی ایران برونه و بیرون بکنه، حلقه تشکیل دادن در دفاع از اونها تا فالانجایی که در واقع طرفدارای رژیم بودند اونها نتونند آسیبی به این زنان هموطنمون برسونن. و این هم خیلی برای خمینی گرون بود چون میدید که مجاهدینی که خودشون مسلمونن، اونم مسلمانای انقلابی هستن و محبوب هستن و تمسک اونها به اسلام خیلی خیلی برجسته و بارزه و مخصوصا که توی مردم هم اون موقع مذهب خب اکثریت مردم یک دیدگاه و جایگاه به اصطلاح رویکرد مثبتی به مذهب داشتن. طبیعتا وقتی میدید که اینها در مقابلش میایستن خب خیلی براش سنگین و گرون بود. و اینم جنگ و رویارویی بوده که مجاهدین از روز اول با این رژیم داشتن و همچنان ادامه داره. همچنان این رویارویی برای به اصطلاح اثبات این که اون چیزی که خمینی و خامنه‌ای و این دستگاه تحت عنوان
اسلام و دین و مذهب بگه ربطی اصلا به اسلام نداره. و تو همین رابطه هم بود که همین اون طرف هم دستگاه رژیم همچنان از این گزیده است که همین چند روز پیش بود توی این خبرگزاری سپاه رژیم اومده بود اظهار عجز و لابه کرده بود که گفته بود که چرا مریم رجوی از بی‌حجابی حمایت میکند اما هنوز روسری به سر دارد. مریم رجوی همیشه روسری دارد حتی وقتی میخواهد با قانون حجاب مخالفت کند، البته بی قانون. این خشم و استیصال رژیم و سردمداران اون از این که زن مسلمان و انقلابی که خودش با حجاب هست اینطوری میاد و دفاع میکنه از آزادی پوشش، بسیار با قوی ترین صورت در واقع میاد و این حربه به اصطلاح شرعی رو از دست خامنه ای و این رژیم زنستیز خارج میکنه. و همونطور که خب شنیدیم که خواهر مریم خانم رجوی هم خودشون به عنوان یک زن مسلمون تو همین نشستی که اخیراً در رابطه با روز زن بود، نشست 8 مارس، خیلی به اصطلاح رسا این رو اعلام کردن که سرکوب زنان به بهانه حجاب هیچ ربطی به اسلام نداره، باید در برابر آن مقاومت کرد. هر چیز که مخالف آزادی و انتخاب آزادانه انسان باشد هیچ اعتباری ندارد. و توی قیام سراسری مردم ایران هم که الان در نزدیک پایان هفتمین ماه اون هستیم، میبینیم که زنان همچنان نقش پیشتازی رو دارند و جامعه ایران با الگو قرار دادن پیشتازانشون توی زنان، زنانی که الان در صفوف مقاومت در بالاترین صحنه های فرماندهی و هدایت انقلاب دموکراتیک مردم ایران هستند، با الهام گرفتن از اونها هستش که در واقع این مسیر رو پیش میرن. خامنه ای هم که در این شرایط قرار گرفته دچار یک تناقض هست، تناقضی که ازش خلاصی نداره، از اون نمیتونه بیرون بیاد. از یک طرف این تناقض چیه؟ از یک طرف با این بن‌بست مواجه هستش که اگه حربه حجاب رو کنار بگذاره، یعنی دست برداره از این، خب این مسیر به سمت پوش خواسته جامعه، یعنی آزادی پوشش پیش میره. خب این هم معنیش یعنی این که این دستگاهی رو که بر روی سرکوب زنان و تحت این عنوان استوار شده از هم میداره. و این همون چیزی هست که خامنه‌ای گفته که اگر یک قدم عقب نشینی کنیم باید تا سرنگونی بره. از این طرف از این نمیتونه دست برداره، از اون طرف نمیتونه اون شیوه های قبلی رو، یعنی مثل گشت ارشاد و اینها رو که بیاره، چرا که از جرقه برای قیام مجدد یا گسترش قیام در واقع میترسه. و این تناقضیه که اون مستمرن درگیرشه و ازش خلاصی نداره. و این هم یکی از اون بن‌بست هاییه که در واقع ما مستمرن میگیم که این شرایط به گذشته بر نمیگرده. این هم یکی از اون شرایط، یکی از اون بن‌بست هایی است که رژیم به خاطر قیام دچار اون شده. و طبعا در چنین شرایطی قیام و قیام آفرین ها مسیر خودشون رو به سمت جمهوری دموکراتیک و برقراری آزادی پایدار در میهنمون که خب آزادی پوشش یکی از اونها هستش پیش خواهد برد. و انشاءالله دور نیست که به چنین روزی خواهیم رسید. بله، تشکر میکنیم آقای صنوبری به خاطر شرکتون در این برنامه و گفتگویی که داشتیم. من تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادیم.